روابط خود مردمان اسرائیل، جوانان اسرائیل با ایرانی ها وجود اتفاقا من در تلویزیون آیدیا تیوی با جناب کنگرگود چند مصاحبه، 26 تا مصاحبه در این زمینه ها داشتم و همینطور در پادیو ون تیوی این مسائل رو مطرح کردیم و درخواست کردیم که از یکایک به حال رهبران آن موقع که در انجمن کریمیان بودن و در حال در فدراسیون هستن با ما هم فکری داشته باشن در اندیشکده. اگر بستر این باشه که مردمان اسرائیل چگونه فکر میکنن، نکنی ملیتی ایجاد شده و اون ملیت اسرائیلی هستش. از 77 ملت به اینجا آمدن، 17 کشور اسلامی و سعی بر این داشتن که از روز اول از نظر ساختار سیاسی سوسیال دموکرات آنان رو بزدایند از اون ملیت ها و آنچه که قبلا از آن خودشون داشتن، ولی ایرانیان سرسختانه به دنبال نوروز باستانی خود بودن که هم هنگام بوده همیشه با به حال عید آزادی یا جشن آزادی اسرائیل و اکسودوس و هم هنگامی جشن سایبان ها که الان در حال حاضر هست با جشن مهرگان و این هم هنگامی آنان رو بر این ساخته که یکایک که اعیاد شما در نظر بگیرید اون پیشینه نیاکان رو نه فقط که فراموش نکنند، بتونن این مراسم رو به هر حال به اسرائیلیان نیز بیان و ارائه بدن، ولی از نظر فرهنگی آنطوری که میبایست انجام بشه به هر حال سرمایه داران و افرادی که در فدراسیون یهودیان ایرانی هستن برای این بودن که بیان به هر حال گوشه از موزه اسرائیل رو بگیرن و گوشه ای از به هر حال مؤسساتی رو که از نظر بررسی و تحلیل خاورمیانه بود و نفت در منطقه و مؤسساتی که به هر حال نامشون نمیبرم که به دنبال زدن کتابخانه بودند، کتابخانه دیجیتال و غیره و کار فرهنگی که جدا موفق شدن به پیش ببرند، تمر کوروش بزرگ بود، خیابان کوروش بزرگ در اورشلیم و همینطور آشنایی جوانان از طریق کتب درسی که کوروش بزرگ به عنوان تنها مسیحای یهود خوانده شده و دوران عزرا نحمیا و آرامگاه‌هایی که آنان داشتن از طریق ما سعی کردیم از طریق اندیشکده تاثیرگذار باشیم بر روی سیستم آموزش پرورش اسرائیل که در کتب آن نیست بتونن درباره این مسائل بیشتر در کتب درسی نوشته بشه، برای اینکه افرادی که یعنی به دنبال آن باشن مثل به هر حال من به عنوان دانشیار و دانشپژوه پروفسور نتسر که بین 1980 تا 2007 در کنار ایشون بودن به هر حال یک عرقی است که به ریشه های خودم میخواستم پی ببرم، از این رو سالهای مدیدی رو در پژوهش در این خاصه گذاشتم، ولی افراد دیگه اگر از طریق سیستم آموزشی، حالا من نمیگم تزریق بشه، ولی از طریق سیستم آموزشی بتونه در اختیار آگاهی در اختیار افراد گذاشته باشه چه بهتر که از طریق سیستم آموزشی باشه و نه از طریق قومی گرایی یا اینکه ایران گرایی یا اینکه آنچه که اسرائیلی ها به دنبالش نیستن به عنوان یک ملت منسجم که یک تهدید رو از طرف یک دولت متخاصم دارن که همه با یکدیگر از نسل دوم و سومی که به اسرائیل آمدن متحد و شکل بتونن با یکدیگر عمل کنن.